نظامیان پاکستان در تیراندازی بر اعتراض کنندگان جنبش اعتراضی چمن 4 تن را کشتند و 21 تن دیگر را زخمی ساختند. این رویداد روز شنبه در منطقه قلعه جنگی چمن رخ داده است. صادق خان اچکزه یک از جنبش اعتراضی چمن به تلو نیوز میگوید که نظامیان پاکستانی پس از ظهر روز شنبه هنگام وقفه نان و ادای نماز بالای اعتراض کنندگان شلیک کردند. مولانا محمد یوسف یک از دیگر جنبش اعتراضی چمن نسبت به تلو نیوز میگوید که این حمله نظامیان پاکستانی برای آنان قابل قبول نیست. موج و ریاست تداوی و کبرانان تداوی چیز موج دو وطن دا دیولست تلی مطالبه دیو منی چی کم زوانان شیدان کل دا بیا موج دا سر خپل په هغه حرکتو جواب ورکو چې موږ به موږ ته موږ هم دغه شهیدان په دې کې جوړوو په دې کې دغه زخمیان جوړ کړو موږ مسلمانان د شهیدان هم پراته دي او زخمیان کوټې ته څوک نقل شوي دي څوک د دې پراته دي په دا حواله باندې موږ د حکومت د دې قدم اخستلو په کلک سره غندنه کوو او د حکومت څخه موږ دا د مطالبه کوو او پر زور مطالبه کوو چې د چمن د عوامو دغه درینه او د قانونو د عین مطابق مطالبه دي تسلیم کړل سي نور د خپل ظلم بند کړي تر څو پر شمول پرلط په سلام نه کړي کم شهیدان شي شهیدان سوي دي اوس پر پرلط کې دننه چې ملیشیا کم حمله وکړه هغه دې نه پټي. گفته می شود که نظامیان پاکستانی خیمه های اعتراض کنندگان را با آتش کشیده و 50 تن از این اعتراض کنندگان را نیز بازداشت کردند. گفته می شود که این اعتراضات در برابر حمله نظامیان پاکستانی هنوز هم ادامه دارد و اعضای این جنبش می گویند که به خاطر گرفتن حقشان به این اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.